خب تو این درس میخوایم راجع به layered menu صحبت بکنیم. اگر من اینجا سیمیلیت رو بزنم، شما میبینید که من یه منو دارم که غیر از اینکه وقتی موسم رو تکون میدم و اون عنوانی که میخوام انتخاب کنم انتخاب میشه، زیرش یه خط میفته و رنگش عوض میشه، یه عکس هم اینجا همراه باش عوض میشه و دیده میشه. خب این کار رو چطور میشه انجام داد؟ این کار رو شما میتونید با layered menu انجام بدید و حتما باید چیزی که وارد layered menu میکنید یک سند فتوشاپی باشه. خب حالا ما چطوری این کار رو انجام دادیم؟ شما اول میایید تو فتوشاپ اون منوی اصلیتون رو طراحی میکنید و میسازید، اوورلیش رو هم درست میکنید. به طور مثال من اوورلی که دارم اینجا اینطوریه، سیاه، این سیاهی ها قرار اوورلی بشن و میدونم که مثلا میخوام از اونها باتن درست بکنم، پس اونها رو به عنوان یه سری تصویر، در واقع در به عنوان یک سری پیکسل سیاه برای اوورلی انتخاب میکنم و ازشون این لیر رو میسازم. و این قسمت های قرمز هم، خطوط قرمزی هم که شما میبینید، قراره که توی اوورلی من قرار بگیرن و اون خطی که زیر اینها میفته رو بسازن. خب تا اینجا که چیز جدیدی ما ندیدیم، عین همون چیزهایی که توی قسمت‌های قبلی هم با هم دیدیم. شما چه تو موشن منیو چه تو منوهای معمولی میتونید این کار رو انجام بدید. اما از اینجا به بعد چه اتفاقی افتاده؟ من سه تا عکس دیگه ایجاد کردم که اگر من همه اینا رو روشن بکنم، شما می‌بینید که من یه عکس درست کردم به اسم پلی پیک که فرق نمی‌کنه، شما هر اسمی دوست داشتید میتونید براش بذارید، که می‌خوام وقتی که بیننده موسش یا کنترلش روی پلی میاد این عکس رو ببینه، وقتی روی سین میاد این عکس رو ببینه، و وقتی روی اکسترا میاد این عکس رو ببینه. خب حالا این کار رو چطور میشه انجام داد؟ تو مرحله اول شما این فایل فتوشاپی رو سیو میکنید و میذارید توی هاردتون و اون رو وارد خود DVD Studio Pro میکنید، همونطور که شما دید اینجا من اون رو وارد DVD Studio Pro کردم. و اصلا اجازه بدید من این منو رو پاک کنم یه بار دیگه با هم بسازیم این منو رو. و حالا که این رو وارد کردید و توی ویور میبینید، شما میتونید بیاید توی اینجا Add Layered Menu و حالا مگه اینجا بخوام اسم اینو میذارم منو Layered، و هم شما میتونید دابل کلیک بکنید و این رو درگ بکنید توش به عنوان set background all visible layers یا no layer visible، فرق نمی کنه، چون شما میتونید بعداً اون رو عوض بکنید و حالا تغییرش بدید. یکی از این دوتا رو انتخاب میکنید، مثلا من all visible layers رو انتخاب میکنم و همونطور که شما میبینید اینجا توی general من لیرهای فتوشاپ هم رو میبینم، یعنی اکسترا پیک رو مثلا، یا مثلا سین پیک رو، یا پلی پیک رو. حالا من اوورلی هم دارم که اینجا آف میکنم. من اول میام اون سه تا باتنی که میخوام درست میکنم، مثلا یه باتن میخوام برای پلی و اسمش رو میذارم پلی باتن، این همین دکمه رو میخوام برای سین و اسمش رو میذارم سین باتن، و آخرین عنوان هم که اکستراس هست و اسمش رو هم میذاریم اکستراس باتن. این منوی که شما اینجا میبینید در واقع این فایل اصلیش توی فولدر سمپلز فتوشاپ شما موجوده و شما میتونید ازش استفاده بکنید و چیز خاصی نیست که من طراحی کرده باشم یا درست کرده باشم و شما میتونید همین تمرین رو با من انجام بدید. خب حالا ما باتن هام رو مشخص کردیم، حالا میخوایم اوورلیمون رو مشخص بکنیم. همونطور که قبلا هم دیدیم، شما اون منوتون رو انتخاب میکنید یا از اینجا روش کلیک میکنید، میای توی اوورلی و من فایلم توی فولدر منیو دیویدی منیوه و از اینجا میگم که من اون
لایه اوورلی هم در واقع این هست و بکراندم رو خاموش بکنم. خب ما میام توی قسمت کالرز. من چون یه قرمزی اگه خاطرتون باشه توی فتوشاپ درست کرده بودم اینجا، یعنی یه خط قرمز بود و یه چیز سیاه، یه نوشته سیاه. میگم سیاهی هام وقتی که توی شرایط نرمال هستن هیچ اتفاقی نیفته براشون، تو شرایطی که سلکت میشن اولین، یعنی در واقع سیاهی من که خود نوشته هام بود، اجازه بدید من این رنگ رو عوض کنم قرمز بشه، یا خودش نارنجی بشه خط زیرش قرمز بشه. خب من این دوتا رنگ رو اینجا انتخاب میکنم، میگم سیاهی هام تو شرطی که سلکت شدن. پس شما میایین Advanced Chroma Selected، سیاهی ها نارنجی بشن و قرمزی ها قرمز، و زمانی هم که اکتیف شد قرمزی ها مثلا بنفش بشن و سیاهی ها یا بنفش روشن بشن و سیاهی یا بنفش تیره تر. چون این چند لحظه قرار دیده بشه، اکتیویتد خیلی چیز نیست، سلکتد خب خیلی مهمتره قاعدتا. خب پس نرمال ما به این شکله، سلکتد ما به این شکله و اکتیویتد ما هم که به این شکله. خب حالا شما اگر بخواید همین رو سیمیلیت بکنید و بزنید، شما می‌بینید که فرست پلی نیست. خب اجازه بدید من از همینجا سیمیلیتش بکنم، نیاز نیست فرست پلیش بکنیم. شما می‌بینید که همچین اتفاقی میفته. خب تا اینجا چیز عجیبی نیست و وقتی فشار میدید شما یه لحظه بنفش میشه، اینو قبلا هم دیده بودید. اما اون کار رو چطوری میشه انجام داد؟ شما میایین توی منیو لیردتون و این دکمه رو انتخاب میکنید. حالا شما اینجا یه چیزی این بالا میبینید که همون باتن تو شرایط عادی، باتن تو شرایط سلکتد و باتن تو شرایط اکتیویتد، همون چیزهایی که ما این زیر هم داشتیم. حالا من دکمه پلی رو انتخاب میکنم، میگم وقتی پلی من تو شرایط عادیه پلی پیک نمیخوام چیزی دیده بشه، اما وقتی سلکت میشه میخوام پلی پیک من دیده بشه. اجازه بدید من این رو سلکتد بذارم. و وقتی اکتیویت هم میشه همینطور. دکمه دوم من که سینزه، وقتی که روش سلکت میشه میخوام این عکس دیده بشه و وقتی اکتیویت هم هست همینطور. به همین ترتیب برای اکستراس وقتی انتخاب میشه این عکس و وقتی اکتیویتد میشه هم همین عکس. شما میتونید دو تا عکس هم ایجاد بکنید که به طور مثال اون رو مثلا اکتیویت رو روی این بذارین و اینو وردارین که یه همچین اتفاقی میفته، یا مثلا نمیدونم یه مقدار نورش رو کم و زیاد کنید، یه خود اپاسیتیش کم و زیادتر باشه تا خب توی سشن اکتیویتد هم یه تغییری بکنه. اینجا من چون نمیخواستم این کارو بکنم، برای من همین عکس برای هر دو حالت کفایت میکنه. خب حالا اگه ما ایناشو سیمولیت بکنیم، شما میبینید که هر کدوم از این دکمه ها رو که انتخاب بکنید عکس مربوط به اون اینجا لود میشه و این واقعا به شما اجازه میده که از نظر طراحی و از نظر گرافیک یک سری کارهایی رو بکنید که با شرایطی که قبلا براتون گفتم غیر ممکنه. بزرگترین مزیتی که داره این نوع ایجاد منو اینه که به شما اجازه میده یه همچین حرکتی بکنید و یه فایل فتوشاپی رو وارد دیویدی استودیو پرو کنید. اما شاید بزرگترین ضعفی که داره اینی که نمیتونه موشن داشته باشه و حرکت داشته باشه و طبیعتاً از فایل های PSD شما میتونید استفاده بکنید که عکس هستن، ولی خب یه همچین کاری رو میتونید باهاش انجام بدید.